بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. در این قسمت در مورد یک موضوع خیلی مهم که در طی هفته گذشته تعدادی از دوستان عزیز و گرامی خواستن، از کشورهای اروپایی خواستن که در مورد این موضوع صحبت بکنم، و گرچه ما در بعضی از برنامه ها طی سالهای گذشته در مورد این جنس از انسان ها صحبت هایی کرده بودیم، اما میخواییم مفصل در این برنامه دجل، دین فروشی، دروغگویی و خباثت این ملاهای دجال و دین فروش رو برای شما عزیزان بیان بکنیم. تعدادی که به اسم ملا، البته وقتی که ما میگیم ملاهای دجال و دین فروش، هدف ما اون تعداد از علما و بزرگواران و دعوتگرانی که به اسم ملا معروف هستند نیست، بلکه تعدادی از کسانی که زیر نام ملا مشغول دین فروشی و شعبده بازی، جادوگری و خباثت و دزدیدن مال مردم به نام دین هستند. به همین دلیل عنوان برنامه امروز ما هست ملاهای دجال و دین فروش. انشاءالله مفصل در مورد اینها صحبت خواهیم کرد و حقیقت این دین فروشان و خیانتکاران را انشاءالله برای شما عزیزان واضح و آشکار در این برنامه بیان میکنیم. آنچه که واقعیت است و همه مسلمانان میدانند که الله سبحانه و تعالی پیامبران و رسولان الهی را برای هدایت بشریت فرستاد و برای این فرستاد که ارتباط ما را با الله سبحانه و تعالی، ارتباط بندگان را با الله سبحانه و تعالی مستقیم قرار بدهد و کسانی که خودشان را واسطه بین بنده ها و الله سبحانه و تعالی می دانستن، آنها را از میان بردارد. به همین دلیل یکی از اهداف اساسی انبیای الهی و خاصتاً سیدنا و حبیبنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زدودن و از بین بردن همین وسائد و واسطهایی بود که انسانها بین خودشان و بین الله سبحانه و تعالی ایجاد کرده بودند. و دین اسلام میخواد که مستقیماً ما با پروردگارمان ارتباط داشته باشیم. هرچی میخواییم از الله سبحانه و تعالی بخواییم، چون که الله متعال در قرآن کریم به ما امر میکند که اگر چیزی میخواهید از الله سبحانه و تعالی بخواهید. ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا شما را اجابت بکنم. پس اینهایی که میایند در بین انسانها و در بین الله سبحانه و تعالی قرار میگیرند و با دریافت مال، پول و اشیای دیگر که به عنوان هدیه به آنها پرداخت می شود، طوری بیان می کنند که انگار می توانند مشکلاتی از انسانها را حل بکنند و با قدرتهای ماورای طبیعت می توانند بیماری ها را علاج بکنند. جادوگرانی که به اسم دین، به اسم اسلام و با قیافه های مسلمانان در بین ما متاسفانه زندگی می کنند و از ساده لوحی و از حماقت و جهالت تعدادی از مسلمان ها سوء استفاده می کنند. در مورد جادوگری، در مورد سحر، الله سبحانه و تعالی آیات زیادی در قرآن کریم در این مورد بیان کرده است، مانند داستان جادوگرانی که در دربار فرعون بودند و داستان معروف چوب‌هایی رو که می‌انداختن تبدیل به مار و اژدهار می‌شد. سحر حقیقی، جادوی حقیقی این است که تعدادی از انسان‌هایی که
قبل از این باید بگم که کسی که مشغول جادوگری و این مسائل هست، این انسان، انسان جادوگر کافر است، مسلمان نیست، حتی توبه ای هم پذیرفته نمی شود، باید کشته شود. مجازات جادوگر در یک جامعه اسلامی این است که باید از طرف حاکم مسلمانان، از طرف قاضی مسلمانان به مرگ محکوم شود و حتی میگویند که توبه او هم پذیرفته نمی شود، چون از کجا معلوم که توبه او هم دروغ باشد و دوباره برگردد به همین عمل زشت و ناپسند. جادوگرها با جنها، با شیاطین ارتباط دارند و بعضی از اعمالی رو، تلسمهایی رو انجام میدن که بر روح و روان انسانها تأثیر میگذارد و این یک واقعیت است. و الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن کریم و در سنت نبوی یک سری دعاها و اذکاری رو برای ما بیان کردن تا از شر این شیاطین جنی و انسی الله سبحانه و تعالی ما رو حفظ بکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که اون اذکار صبح و شام رو، اذکاری که در طول روز برای ما از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده است انجام بدهد، داخل یک قلعه محفوظ خواهد بود که هیچ کس به او نمیتواند ضرری برساند. بعضیا هم فکر میکنند تخیلی هست، یعنی جادوی حقیقی نیست، جادوی تخیلی است، فکر میکنند جادو شدن و بعضی دوچار وسوسه هستن، فکر میکنن که هر مشکلی که براشون پیش میاد حتما سحری هست و جادویی هست. ببینید، ما در جهانی زندگی میکنیم که همه چیز طبق یک نظم است، طبق یک برنامه است. الله سبحانه و تعالی این جهان رو طبق یک نظم و برنامه آفریده است. این نیست که همینطوری هر کس به یک راهی روان باشد و نظمی و ترتیبی در این جهان وجود نداشته باشد. همه کائنات و همه موجوداتی که هستن به یک شکلی با هم دیگه ارتباط دارن. مواد غذایی که ما میخوریم، در جوی که زندگی میکنیم، شب، روز، خوابی، بیداری، کار کردن، حرکت هایی که انسان انجام میده، همه اینها هم بر جسم انسان هم بر روح انسان تاثیر میگذاره. جالب است بدانید که به طور مثال کمبود بعضی از ویتامین ها مانند ویتامین دی، کمبود بعضی از معادن مانند منگنزیم، اینها یک سری مشکلات روحی میتواند برای انسان ایجاد بکند. انسانی که مثلا کمبود ویتامین دی داشته باشد، امکان دارد که دچار وسوسه، دچار استرس اینها بشه. بعد بعضی هم تا که اندکی دچار این موارد میشن فکر میکنن که حتما سحر شدن، حتما جادو شدن، حتما اتفاق براشون افتاده، حتما کسی کاری در حقشون انجام داده و باید چیکار بکنن، برن پیش یک ملایی، برن پیش یک کسی، خودشان رو بخوانن که از این سحر و جادو، یا دنبال یک جادوگری میگردن که این جادو رو ابطال بکنه. و اکثر این جادوگرها مثل دکاندارایی هستن که دیگه دنبال مشتری میگردن تا که طرف اندکی وسوسه داشته باشه، وسوسه او رو چند برابر میکنن تا او رو مجبور بکنن که مبالغ انگفتی رو بپردازه و دوباره جادوی دیگری رو انجام بدن و این طرف رو همینطور در گره خودشون داشته باشن و به مرور زمان مشکل رو خیلی جدی و جدیتر جلوه بدن و پول بیشتری از او طلب بکنن. بر صورت یک سری مسائل هم هست که فریبکاری است. بعضی مثلا در تلویزیون ها، در بعضی شوها دیده باشید، میان یک سری کارهایی را انجام میدن که اینا همه تخیلی است، حقیقی نیست. طرف تو یک صندوقی میگذاره، بعد این صندوق وسط دو نصف میکنه، مثلا پاهاش یک طرف هست، سرش دیگه طرف هست. این همه چیزای تخیلی است، چیزای حقیقی نیست که انجام میدن و حتی جادوی حقیقی هم نیست. یک چشمبندی است، یک کاری است که شعبده بازی است. و هم ما بعضی اوقات بعضی از اعمالی هست که اعمال سحر و جادو است و واقعیت داره و این رو ما یقین داریم که در جهان هستن انسان هایی که مرتکب این عمل زشت می شوند و الله سبحانه و تعالی این رو کفر می داند، کسی که مرتکب سحر و جادو بشه. حالا بیاییم انشاءالله من بیشتر در مورد این موضوعات صحبت خواهم کرد از نگاه دین، اما با هم بریم یک ملای دجال دین فروش رو در موردش کمی صحبت بکنیم. شخصی هست به نام ملا علی کردستانی. این شخص ملا علی کردستانی نام دارد. من
یک لینکی هست در مورد اعمالی که این شخص انجام میداد رو برای شما عزیزان بیان میکنم. چون این طرف مدتی مثلا در ترکیه بود، بعدن پارسال در عربستان بود و امسال در همین ماه ژانویه یا جنوری در آلمان یک شوی رو در اونجا ترتیب داده بود، فکر کنم در اوایل ماه ژانویه بود، در تاریخ 5-6-7 در بعضی از شهرهای آلمان یک برنامه هایی داشت که انشالله در مورد اونم مفصل خدمت شما عزیزان صحبت هایی رو بیان خواهیم کرد. یک دوستی هست از دوستان عرب که در مورد این شخص بعضی از کلیپ هایی داره. دوستان اگر لطف کنن صحنه هایی از این کلیپ رو نشون بدن. این شخص این هست، ملا علی، و این طبق یک صحبت هایی که داشته در اینجا، بله این قسمت از صحبت هایش رو شما دوستان عزیز ببینید که چی میگه. ما سرطان والكنسر احنا نبيع علاج امريكا والاوروبا من غدا باذن الله. نعم الحكومه الباكستانيه قال على عين راسنا احنا معك. هذا دكتور علي احنا معك في كل شيء، انا عارف في خدمتك بدون مقابل في سبيل الله. شيوخنا انتم تصيروا شيوخنا وعلى راسنا انتم تصير اميرنا حتى نعلم طالب وطالبات حتى احنا نبيع العلاج. احمد انجا ادام يكون براي بيش از 250 نوع ویروس داروهای به اصطلاح کشف کرده و برای همه انواع سرطان ها علاج هایی رو به اصطلاح در اختیار داره که میتونه مردم رو علاج بکنه. به هر صورت این شخص مدتی بعد در اینجا در یک سخنرانی جهل شیخ ما عنده شهاده یا سلام، در یک از سخنرانیش میگه این انسان هایی که به اصطلاح دکترا دارن و فلان دارن و دکتر هستن اینا جاهل هستن و فلان، از این حرفا میزنه. بر صورت این قسمت از این جارخ من برای شما عزیزان انتخاب کردم که این رو با هم ببینیم که در اینجا چطور مردم رو فریب میده. الله اکبر زی الفل. البنت بشو اینجا یک دختری است که این رو میخواد به اصطلاح کور هست، میخواد این رو بینا بکنه. نکته جالب این است که در اثنایی که این داره به اصطلاح دم میکنه، دعا میکنه و این کور رو داره بینا میکنه، این دختر با دست خودش به طرف دوربین اشاره میکنه که فیلمبرداری نکنید. یعنی چی؟ یعنی که این دختر بینا هست، داره میبینه و این یک شو است، یک شعبده بازی است، یک فریبکاری است، داره مردم رو فریب میده. قبل از اینکه این برنامه رو چیز کنن، آماده بکنن، میرن با افرادی در مقابل پول باشون صحبت میکنن. مثلا میگن به تو 1000 یورو میدیم، تو بیا در فلان جا بگو من کور هستم نمیبینم، بعد من میام یک سری دعایی رو میخوانم و دست به چشمان تو میکشم، بعد از اون تو بگو که بله دارم میبینم. یا طرف رو میارن میگن که بگو که من نمیتونم راه برم، فلج هستم یا به قول افغان ها شل هستم، بعد از اون من یک سری دعایی رو میخوانم و تا اجاد بلند شو حرکت بکن. البته این شعبده بازی ها در کانال های مسیحی خیلی زیاد است، میارن افرادی رو پیش همون پاپشون یا همون کلیسایی که هست، بعد اون یک سری چیزایی رو میخوانه، بعد این طرف بلند میشه شروع میکنه به رقصیدن، میگن آ ببینید شفا پیدا کرد. این فریبکاری ها در بین مردم هست، در بین همه ادیان و مذاهب و مکاتب و شعبده بازا وجود داره. متاسفانه بعضی به نام دین، به نام دین اسلام این کار میکنه. شما خوب دقت بکنید این قسمت رو. متوجه شدید؟ اینجا دستش رو به طرف دوربین بلند میکنه. من اینو یک بار دیگه خدمت شما نشون بدم. دست رو به طرف دوربین بلند میکنه، میگه که فیلم نگیر. بله اینجا متوجه شدید، دستش رو بلند کرد، گفت که فیلم نگیر. یعنی چی؟ یعنی داره میبینه و این یک
شعبده بازی و یک دروغگویی است که این شخص انجام میده و انسانها رو فریب میده. این همون سالی است که این شخص در مدینه به تهمت شعبده بازی و جادوگری دستگیر شد و خب چون که با ویزای حج عمره اومده بود، حکومت سعودی نمیتونست محاکمش بکنه، پس دیپورتش کرد، از سعودی اخراجش کرد و ممنوع دخول شد در اونجا. این شخص رو من شخصا میشناسم، یعنی در مسجد قبا هر باری که رفتم، این یک پیرمردی است، افغان هست، در مسجد قبا در اونجا در همون صفحه اول یا بعضی اوقات بعد از نماز عصر در سمت راست مسجد از در ورودی طرف خیابان قبا، در اونجا که وارد مسجد بشید دست چپ این شخص همونجا نشسته است. از افغانهایی است که از 35-40 سال قبل اومدن و در مدینه زندگی میکنن و در مسجد قبا همیشه تقریبا میشه گفت 5 وقت نماز رو در اونجا میخونه. این شخص چشمش ضعیف است، چشمش ضعیف است و اینکه در اونجا میاد و خلاصه ادعا میکنه که کور رو بینا میکنه و نمیدونم انسانهای فلج رو درست میکنه و انسانهای کر رو شنوا میکنه و اینا، اینم میاد پیرمرد میگه که برای منم یک چیزی علاجی بده یا دعایی بخوام که منم خوب بشم. این صحنه رو نگاه کنید. عنده مشاكل في النظر وما اعرفش اذا كان باله هيحط برضه ايده في بقه وبعدين يمسح على عينيه وبعدين هيبتدي يساله بقى يقول له ده كام وده كام وبتشوف ولا ما بتشوفش وزي الفل والدنيا تمام يعني. طبعا الراجل الكلام ده طبعا الموقف ده كان حصل في السعوديه. این فیلمی بود که ازش پخش شد که بعد الله اکبر ببینید آه این بینا شد، داره میبینه، این چند است، این یک، این چند است، این دو. طرف به فارسی داره میگه بابا من میبینم منتها ضعیف است، چشمم ضعیف است. بعد از این قضایایی که رخ داد این شخص، اینم صفحه اخبار، که دستگیر شد در سعودی به تهمت فریبکاری و دجل بازی و شعبده بازی. بعد از مدتی شخصی از همون اهالی همون منطقه، از اینکه این کلیپ این زیاد پخش شده اینها، میره با این پیرمرد مصاحبه میکنه. بعد میگه که آیا واقعا مثلا دم و دعایی که کرد یا این کارایی که کرد تأثیری داشت برای تو؟ این صحنه صحبت این پیرمرد است. انا هذاك القدام هذاك اللي سوا لك ها قدام ها يقول انت في اعمى ونحن نفتح عيونك، كيف نفتح عيونك؟ انا ما اقول له يفتح عيونك، ما يقول له قدام ها. طيب هي لا این طرف باش صحبت میکنه، میگه که تو اون گفته که به اصطلاح تو کور بودی و بینا شدی. میگه نه نه من از اول بینا بودم، میدیدم اما چشمم ضعیف بود. ببینید اینا به این اندازه فریبکار هستن، به این اندازه شعبده بازی و دجل و دروغ کارشان هست به خاطر خالی کردن جیب های مردم. این کلیپ طولانی است، حالا وقت برنامه رو میگیره، من قسمت های دیگرش هم دوست داشتم نشون بدم. به زبان عربی کلیپ طولانی است، حدود تقریبا 15-16 دقیقه از دروغ ها و دجل های این شخص رو بیان میکنه. مثلا این قسمت رو ببینید. اهو شوفوا البنت وعنيها بصوا على حركات عينيها تمام. شما همین دست این که پایین و بالا میشه، این دختر خانم ببینید چشمش پایین و بالا میشه، یعنی داره به طرف دست این مولوی کردستانی داره نگاه میکنه که دستش داره بالا و پایین میشه. بعد از مدتی دعایی میخوانه و بعد این طرف میگه که آه من چشمم بینا شد. خوب دقت بکنید به حرکت دست و چشم این آه. تمام؟ اگر دلیل کارم مش مطمئن عالی ممکن تعمل وصع على مكتب ده تنین نوال كده هو اهو شوف البنت وعنیه وصع على حرکت عنیه. خوب دقت بکنید. اگر دلیل کارم دستشو که بالا پایین میکنه، این دختر داره به طرف دستین نگاه میکنه، نظرش داره پایین و بالا میشه. کسی که کور باشه خب از کجا متوجه میشه که این دستش داره پایین میشه بالا میشه؟ خب اینا شعبده بازیایی بود که این شخص انجام داده بود، صحبتهای زیادی. بعد از مدتی خودش هم این که ادعا میکرد که مرض سرطان رو به اصطلاح چیز میکنه، علاج میکنه، خودش گرفتار مرض سرطان شده بود، ادعا کرده بود که گرفتار مرض سرطان شده و خودش رو علاج کرده، در ظرف 3 روزم خوب شده. و از این شعبده بازی ها زیاد انجام میده این شخص. الراجل اصلا بیعرف
دقت بکنید این طرف خودش این پاشو دقت بکنید خود این طرف یعنی میتونه پاشو تکون بده بالا و پایین بکنه اما بعد از مدتی یک دعای میخونه ببینید گردنشو اینور اونور میکنه یک دعای میخونه بعد از اون دعا میکنه که بله این شخص فلج بود و خوب شد در حالی که طرف پاش خوب است مشکلی نداره فقط در راه رفتن مشکل داره تشکر میکنم دوستان عزیز الان میاییم سر موضوعاتی که در آلمان رخ داد و کلیپ هایی که ما خودمون بعضی ها شد دوستان عزیزمون ثبت کردن از جریان شعبده بازی هایی که در آلمان داشت و برای ما فرستادن برای شما عزیزان اینجا من این کلیپ ها رو پخش می کنم و در موردش صحبت خواهیم کرد اینجا این یک پسر فلسطینی است در اینجا مجموعی از افغان ها هم هستن حالا من تعجب می کنم حالا اگر این مسائل مثلا در افغانستان رخ بده در بنگلادش در پاکستان در هند در روستاهای اطراف آفریقا و اینجا رخ بده خب میگیم که مردم جاهل هستن علم ندارن نمیدونن من تعجب میکنم در کشور اروپایی در کشورهایی که به اصطلاح علم و تکنولوژی در اونجا پیشرفت کرده چطور هنوزم انسانهایی پیدا میشن که این دجال ها این دین فروش ها رو تصدیق میکنن و فریب اینها رو میخورن این جوان فلسطینی است یک گوشش کر است یک گوشش کم میشنوه حالا این طرف اینجا وقتی که این ملالی کردستانی این رو میاد بهش میگه که این گوشت میشنوه میگه نمیشنوه میگه این یکی میشنوه میگه کم میشنوه بعد از اون نگاه کنید که چه شعبده بازی میکنه اینجا خیلی آهسته تو این گوشش میگه الله طرف اکثرانشه تو این گوشش آهسته که میگه الله این سرشو برمیگردونه یعنی این گوشش کم میشه چقدر آهسته میگه الله الله تو گوشش میگه الله خوب یک بار دیگه دقت بکنید به عربی میگه که نمیشنوه به عربی میگه نمیشنوه الان میگه ببینید که الان میشنوه الان بعد از این کاری که من میکنم میشنوه مردم بیچاره اینجا نشستن نمیدونن به اکثرشون افغانهایی هستن که عربی هم بلد نیستن یا شاید از کشورهای دیگری باشن که عربی بلد نیستن نگاه کنید ادامه ببینید چه شعبده بازی های انجام میده اینجا نمیشنوه اما ببینید بعد از چند لحظه خواهد شنید میگه که من این کار رو به خاطر پول نمی کنم من این کار رو فی سبیل الله دارم انجام میدم حالا فی سبیل الله هم برای شما لحظاتی بعد نشان خواهیم داد که فی سبیل الله چی است من این رو به خاطر مال نمی کنم اگر به خاطر مال بکنم زیان خواهم کرد من این رو به خاطر خدا دارم انجام میدم فی سبیل الله دارم انجام میدم اليوم 6/2021
چی شدید؟ لحظه پیش وقتی که داشت تست میکرد توی گوشش گفت الله، گفت نه نمیشنم. این گوش دیگرش گفت الله، یک کمی میشنوه. الان اینجا چی کار میکنه؟ با کف میزنه کنار گوشش. تو اون یکی گوشش زد میگه نه نمیشنم، توی این گوشش زد میگه آه یک کمی، با دستشم اشاره میکنه یک کمی میشنوه. الله اکبر، چی شد؟ شفا پیدا کرد. الله اکبر. اینا هستن که به نام دین اسلام را بدنام میکنن، کتاب الله را بدنام میکنن، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینا دجال ها هستن، اینا دین فروش ها هستن. حالا دین فروشی اینها رو، دجالی اینها رو براتون در ادامه انشالله ثابت خواهم کرد. ببینید چیکار میکنه. کنار گوشش میره، با دست کف میزنه. اونجا وقتی که داشت در اول تست میکرد که بخواد به مردم بگه که نمیشنوه، میره در گوشه الله، گفت نه نمیشنم، متوجه نمیشم. حالا که میخواد ثابت بکنه که بله این الان خوب شده داره میشنوه، کف میزنه کنار گوشش. اون بیچاره میگه بله خیلی کم میشنوم. اینم شفاش هم شفای ناقص هست، یعنی شفای کامل نیست. الله زدن دیدید در گوشش؟ جیغ میزنه، داد میزنه الله. اونجا که داشت تست میکرد در اول که نمیشنه، تو گوش میگفت الله، الان اینو داد میزنه الله. این فریبکاری ها و دروگی های این جماعت. یا الله الله الله. طب الابد ما يسمع اخوته، خلي صغير ما بسمع ما صاير. اونجا یکی از دوستانش هست میگه که اولا نمیشنید به عربی، میگه اون میگه نه میشنید، کم میشنید. ببینید میگه که این ملالی کورسانی میگه اول هیچ نمیشنید. رفیق همین شخص، همین پسر فلسطینی رفیقش، اون بر صداش میاد میگه که نه اول کم میشنید. الان هم داره کم میشنوه، الان هم اشاره میکنه طرفش، میگه کم دارم میشنوم. خوب دقت بکنید این جمله رو، کسایی که عربی بلد هستن متوجه میشن. الله الله الله. طب الابد ما يسمع اخوته، خلي صغير ما بسمع ما صاير. میگه اول هیچ اصلا نمیشنید. اون طرف میگه نه اول خیلی کم نسمع صغیر، یعنی کم نسمع قلیل. ببینید اینها فریبکار هستن. اون میگه اول میشنید، کم میشنید. این میگه نه اول هیچ نمیشنید. چون اینجا کسایی که هستن اکثرشون عربی بلد نیستن، میگن بله. ببینید یک خالگه که هم هست اینجا، دیدید که فکر کرده که اینجا مثل زیارت سخی جان است، که حالا کسی که به دروغ اونجا شفا پیدا کرده پولی هم به دستش میدن مردم. اینم یک پولی رو میخواد به دستمون بده، اون طرف مونده که این پولی چیه داره به من میده. بر صورت یک بار دیگه این جمله رو خدمت شما بگذارم. الله طب الابد ما يسمع اخوته، خلي صغير ما بسمع ما صاير. اول مره يسمع يعني انت كشاك فلسطيني اول مره يسمع؟ مش من اولاد. الله اكبر. انا مش هضل في عجب هذا. اسمع اسمع الله زم همون چیز میگه که این طرف هیچ نمیشنوه، این طرف کم میشنوه. خب در اول هم همین بود، یعنی الان هیچ اتفاقی برای این بیچاره رخ نداده. و اینطوری است که مردم رو فریب میدن. البته این دوستمون که این ویدیو رو گرفت میگه خیلی منو افرادی که اینجا بودن اذیت کردن، مانع میشدن از فیلم گرفتن، چون اونا افرادی رو فیلم میگیرن که باشون قبلا اتفاق کردن، پول بهشون دادن و دارن فیلم بازی میکنن. یکی مثل فیلم ها سریال ها میبینید همین یک چیزی رو دارن بازی میکنن. اینجا میگه من که داشتم فیلم میگرفتم چند بار اومدن گفتن فیلم نگیر. خب اونجا دیگه اروپاست، کسی نمیتونه به کسی زورگویی بکنه. حالا اگر عراق میبود و افغانستان جای دیگه میبود، حتما چهار تا پلیس هم با خودشون میابردن برای این فریبکاری هاشون. اما این طرف میگه من به زور میگه فیلم گرفتم. گفتم که نه من میخوام فیلم بگیرم، چی مشکلی داره؟ اینا
از مردم عادی رو نمیگذارن فیلم بگیرن. فیلمایی هم که میگیرن خودشون میگیرن، صحنه ها هم همه ساختگی است و از پیش از پیش یک سناریوی رو ترتیب دادن تا به مردم طوری وانمود بکنن که بله این آقا میتونه که مردم رو شفا بده. الله اكبر. خلوا صلي على النبي جماعه. اللهم صل على محمد. صوت عليها. الله. لا لا صوت صوت. لسان لسان ثقيل. الله. 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 الله اكبر. والسلام عليكم. میشنوه الانم. ببینید اون میگه که الله با دستشو که بالا اشاره میکنه، بعد اونم چیزی نمیگه، دستشو بلند میکنه. یعنی این گونه انسانهای دجال و فریبکار متاسفانه وجود دارن در بین مسلمان ها. یک صحنه دیگری هم هست که اینجا خدمت شما عزیزان این رو هم نشون بدم. من الان اینجا یک کودکی رو آوردن، بیچاره شفای عاجل نصیبش بکنه. بعد این رو هم همین دوست ما فیلم گرفتن و برای ما فرستادن و از نزدیکان ایشان هست. اینجا چون سناریو از پیش ترتیب شده نیست و والا مثل صحنه‌ای که براتون نشون دادم، الله اکبر، بله قبلا راه نمی رفت الان داره راه میره، اینجا میاد یک سری شعبده بازی ها میکنه، اما در آخر چون میبینه که دیگه کاری نمیتونه انجام بده، به این طرف میگه که الان من به اصطلاح دعا کردم 2 سال بعد این راه میره، 2 سال بعد این خوب میشه راه میره. خوب دقت بکنید. میگه که مغزش خوب کار میکنه، مغزش هیچ مشکلی نداره، فقط این به اصطلاح حبل شوکیش مشکل داره و این 2 سال بعد میتونه که راه بره، خودش پیاده میتونه بره مدرسه. خوب دقت بکنید. عقل طبيعي زنكم بس نورمال نو اي بيرنس بس رجله ما يتحرك بس مو قوي ضعيف خلال سنتين طيبان شنو هذا اخي هذا شنو بروجي دمي نيش عند مساج وشكل وفي زي زي كل هذا شيء راك بوفي هذه مساج زي زي مساج میگه که روغن زیتون و خلاصه ماساژ و این چیزا بدید، 2 سال بعد میتونه که خودش پیاده بره مدرسه. تا 2 سال بعد هم ایشون تا جایی که بتونه جیب خودش رو پر میکنه. بعد 2 سال بعد شما اونو از کجا پیدا میکنید که آتو بیا راست گفته بودی یا دروغ گفته بودی؟ سنتين مدرسة. إذا ما يسمع القرآن يفهم. السلام عليكم. روحك بوش دكتور. أناش. بوش خلاص تبغيه خلاص. زمین چون سناریو از پیش تعیین شده نبود و خودشون فیلم نمی گرفتن، هیچ اتفاقی نیفتاد. دعا هم کرد و خوند و پسر خوب نشد، همونجا
در هم آلت ماند، الله متعال شفای عاجل نصیبش بکنه. این فکر کنم پدرش هست. این میگه گوش من کمی ضعیف هست، صحیح نمیشنوم. نگاه کنید که اینجا، خب چون اینجا از پیش طرح شده نیست، سناریو خودشون آماده نکردن، اینطوری هیچ اتفاق خارق العاده ای رخ نمیده. گوش کم میشنوم. میگه گوشم وزوز میکنه، میشنوه، گوشم وزوز میکنه، شبا خوب خوابم نمیبره. حالا ببینید که این چوباده باز چی کار میکنه. میگه من صدا رو میشنوم، به فارسی داره میگه، میگه من صدا رو میشنوم، یعنی شنواییش مشکلی نداره، اما این خبیث رو ببینید چیکار میکنه. میگه کمی روغن زیتون میگه برات میدم چرب بکن خلاص خوب میشه. میگه دارو الان براش میدم، خلاصه این دارو رو استفاده بکنه، روزانه نیم ساعت هم شنا بکنه و روزانه 15 دانه بامیه بخوره. شکر میکنم دوستان عزیز. اینم یکی از دجلها و خیانتهای این شخص. حالا یک کسی دیگری این میگه که به اصطلاح لال هست نمیتواند صحبت بکند، این رو هم شفا میده. ببینید حرف میزنی شرم نکنی، شرم نکن و نترس. الان خوب میشه صد در صد، بس نترس حرف میزنی. اینجور دارم ونرسل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. عفوا شيء هذا بي الآن صدر في المشي مش لما أجر حرف ميزاني أنا أصدق بارك الله بسم الله الله أرغانستا كردستا يجمع بشيء شهر من صدر صدر بس حرمي زني لفظ لك يشوف حرمي زني ناتر السلام نقول حرمي زني ستريس نقل سبت زالي شرمي كري طرف خوب است، داره صحبت میکنه، داره حرف میزنه، هیچ مشکلی هم نداره.
این دست رو میگذاره تو دهنش رو دعا میخونه و آیه ای رو میخونه و بعد از میگه که بله در ظرف یک ماه خوب میشی وقتی که صحبت میکنی استرس نداشته باش و نفس نکش و نمیدونم شر نکن و فلان از این چیزا. این یک دجال شعبده باز است. حالا با یکی دوستان صحبت میکردیم میگه بابا این طرف پول نمیگیره مجانی داره اینا رو انجام میده. چون من با اینا با این شعبده بازا با اینا در مورد اینا برنامه ها داشتیم و خلاصه با فریبکاری ها اینها آشنا هستیم. گفتم اصلا پول نمیگیره؟ گفت ابدا. گفتم خب مثلا تو یک شوی که این انجام میده یک برنامه‌ای که درست میکنه مثلا در هامبورگ چند نفر میاد؟ دیدید که جمعیت چقدر زیاد بود، 100 200 300 نفر میان، یک یورو هم نمیگیره؟ ابدا. ماشاءالله چقدر این آدم خوبی است، چقدر این آدم متقی و فی سبیل الله داره این چیز انجام میده. گفتم خب حالا این دوستی که این فیلم ها رو برای من گرفته بود از این صحنه، گفتم حالا شما از این دوستانتون نزدیکانتون کسایی بودن که از اون علاج هایی که داره داروهایی که داره خریده باشه؟ گفت بله خرید. گفتم اون عکساشو برای من بفرست و قیمتاشو که چند فرست خریدن. دوستان عزیز باور کنید سرم سود کشید، یعنی 230 یورو داده به خاطر سه تا دارویی که به این شخص به اصطلاح این آقا تجویز کرده و در مقابل سه تا دارو چقدر گرفته ازشون؟ 230 یورو. من اینجا این ماشین حسابم باز بکنم که خدمت شما عزیزان اینا رو ببینن که این چقدر فی سبیل الله، چقدر انسان معصوم، چقدر انسان فداکار که به خاطر خدا فی سبیل الله داره این کارا رو انجام میده. حالا این علاجی که ایشون داده به این طرف 230 یورو گرفته، این رو داده و این رو داده و این رو داده. حالا ببینیم که این علاج چی است. این دارو اکثرش این دارویی که میبینید اینجا دارویی است که در ترکیه هست، در هند هست، در پاکستان هست و این طرف اینا رو فکر کنم از ترکیه چون تهیه کرده اینجا روش به ترکیه نوشته. چورکوتو یاله یعنی روغن زیره سیاه. زیره سیاه کسایی که حالا در افغانستان زیاد زیره استفاده میشه خواستن در پلو یا پلو، زیره دو نوع هست، یکیش رنگ همون زیره عادی است، رنگ قهوه‌ای مایل به سبز اینطوری است، یکی از سیاه است. زیره سیاه هم گرانتر است و هم خوشبوتر است نسبت به زیره، در عربی بهش میگن کمون. این رو روغن زیره سیاه است و این یک نوع قارچی است که از اون این دارو رو درست میکنن، بهش میگن رشی، اسمای مختلف داره. این یک نوع قارچی است که در بعضی از مناطق در هند، در ترکیه، در بعضی کشورها پیدا میشه. این هم که دیگه جنسنگ معروف است، یک نوع گیاهی است، ریشه اون رو به شکل پودر تبدیل به کپسولای میکنن که مقوی است، انسان رو قوی میکنه، خواستن برای تقویت جنسی استفاده میکنن بعضیا. این ستا رو شما تصور بکنید، این 30 میلی لیتر است و این فکر کنم 41 گرم هست یا 41 کپسول هست، دقیق متوجه نشدم از اینجا. المهم این ستا قوطی کوچیک رو چقدر فروخته به اینها؟ 230 یورو فروخته. من همینجا قبل چیز بود که در اونجا روغن سیادانه، روغن به اصطلاح زیره سیاه،
در اینجا قیمتاش و شرکت های مختلف رو من اینجا خدمت شما عزیزان گرفتم، 149 لیره ترکیه است، 134 هست، 154 هست و 94 هست. حالا خیلی در بدترین شرایط ما اصلا قیمت رو میزنیم 200، میزنیم 200 لیره ترکیه قیمت روغن سیادانهی که این آقا فروخته. بعد اینجا هم جنسنگ رو قیمتش رو بگیریم، مثلا 349 لیر، اونجا 49 چیز بود، تابلت بود، اینجا 60 تاشو ما گرفتیم، 349، 225 لیره، 479 لیره، 200 لیره. حالا گرانترینش رو میگیریم که 479 لیره هست و 479 هم نمیگیریم، این رو میگیریم 500 لیر. میشه 500 لیر شد 700 لیر. روغن زیره سیاه با جینسنگ شد 700 لیر. اینجا هم همون قارچی که خدمتتون بیان کردم، اسمش هم اینجا دقیق ببینید، ریشی مانتره، مانتر به اصطلاح قارچ رو میگن به ترکی، این کپسولایش هست. من یک شرکت رو انتخاب نکردم، چندین شرکت رو انتخاب کردم و همون گرانترینش رو میگیریم، مثلا 240، 228، 1550 و 825. ما 1550 رو میگیریم، 1550 رو میگیریم، 1600 میگیریم. این هم 1600. کارگردان عزیز چقدر شد؟ 2300 لیر به اصطلاح قیمت این چیزایی که ایشون فروخته. در کجا؟ در مارکت. و ما گرانترینش رو گرفتیم. ایشون که داره اونجا میفروشه همون بیخاصیت ترین و ارزان ترینش هست، ما این رو همون بهترینش رو گرفتیم، 2300 لیر ترکیه شد که من الان قیمت امروز بازار رو هم خدمت شما عزیزان ببینم که چند هست و به یورو هم خدمتون. یورو هست 332، حالا میگیریم 33، خیلی ارفاق میکنیم به این آقا. این رو اگر تقسیم به یورو بکنیم، 2300 تقسیم 33 میشه 69 یورو، بگیم 70 یورو. آقا این رو فروخته، من همون عکس قیمتی که خودشون گذاشتن رو داروها رو نشون میدن، 230 یورو. 230 یورو رو وقتی که از 230 یورو شما 70 یورو کم بکنید، من های 70، 160 یورو از هر نفر این آقا چیکار کرده؟ سود گرفته. در فروش چی؟ در فروش این داروها 160 یورو از یک نفر. و کسایی هست که مثلا دو تا روغن بهش داده، دو تا از این کپسولای جنسنگ بهش داده، دو تا مثلا از اون قارچ ها رو پودرش رو داده، 800 یورو، 500 یورو، 400 یورو هم مردم خرید کردن از این دورو. حالا ایشون دکتر هست دیگه، پروفسور و دکتر و ملا هست و نسخه می نویسه که مثلا حالا دو تا روغن بهش بدید، یکی بدید، چهار تا بدید، سه تا بدید، کسی هم دیگه نمیتونه اعتراض بکنه. از سه تا قوطی کوچیک داروهایی که ایشون میفروشه 160 یورو سود. یعنی ما گفتیم 2300 لیر ترکیه، اگر که 230 یورو رو بزنیم به چیز میشه 7600 لیر ترکیه. این آقا داروهاشو میفروشه، سه تا قوطی دارو که در بازار ترکیه، و من چون رو پاکتش به ترکی نوشته بود، من تو مارکت ترکیه رفتم این رو تو به سر مارکت های الکترونیکی. شما خودتون میتونید الان یک عکسی بگیرید از صفحه تلویزیونتون، برید سرچ بکنید که این داروها قیمتش چقدر است. آقا از هر رفت 230 یورو فقط به خاطر سه تا قوطی دارویی که قیمتش حدود 60 یورو هست پول گرفته. 230 یورو کجا؟
60 یورو کجا؟ فی سبیل الله، واقعا فی سبیل الله. این الان فکر کنید مثلا اگر که 300-400 نفر نمیگیم، 200 نفر اگر آمده باشن اون روز مثلا در هامبورگ به خاطر این آقا، 200 ضرب داره 160، ایشون 32,000 یورو در یک روز درآمد داشته فقط از فروش همین داروهایی که قیمت همش 2000 یورو هم نمیشه، یعنی 30,000 یورو سود کرده. فی سبیل الله داره این کار رو انجام میده، یک یورو هم برای خودش نمیگیره. الان متوجه شدید که اینها سودشان در کجاست؟ در یک روز باور کنید که رئیس جمهور آلمان هم 30,000 یورو نمیتونه به دست بیاره. رئیس جمهور آلمان، صدر اعظم آلمان در یک روز نمیتونه 30,000 یورو درآمد داشته باشه. باور کنید شاید تاجرای بزرگ اون شهر هم نتونن در یک روز 30,000 یورو درآمد داشته باشن. که این آقا در یک روز 30,000 یورو، اونم اگر 200 نفر رو دیده باشه. این که میگه که بعد این کارا رو فی سبیل الله انجام میده این دجال. مثل همین شخص در پاکستان هم وجود داره، شاید کلیپاشو دوستان در تایملاین فیسبوک گاهی اوقات دیده باشن. مثل همین شخص در پاکستان هم وجود داره و عین همین کار رو پس گردن مردم میزنه، به سر مردم میزنه، به در گوش مردم میزنه، بعد میگه که به اصطلاح شفا پیدا کرد و یک سری علاجایی هم در اونجا میفروشن. باور به خدا بکنید کسی رو دستگیر کرده بودن از آب، حالا آب کاش که ظالم مثلا بیاد از آب تصفیه شده، مثلا آب از این بطری های آب تصفیه شده، از آب کثیف، از آب عادی که اصلا برای نوشیدن مناسب نیست، از این آب تو بطری ها میندازن. البته قبل از اینکه به بطری ها بندازن یک کمی نمک بهش اضافه میکنن که یک کمی طعم شوری هم درش ایجاد بشه، بعد اینا رو در بطری ها میندازن. یک بطری به اصطلاح آب زمزمه که حالا زمزم نیست، آب گفتم آب عادی است که توش نمک انداختن کمی، این رو یک بطری کوچیکش رو چیزی در حدود 100 دلار میفروختن که این رو شیخ فلان ابن فلان خونده دم کرده و این برای سحر و جادو و همه امراض روحی روانی به اصطلاح شفا هست. اثری که در بازار کیلوی 3 دلار هست، کیلوش 3 دلار، بی کیفیت ترین اثر رو که کیلوش 3 دلار هست، این اثر رو کیلوی 250 دلار میفروختن به نام اینکه این دم شده، دعا شده و این شفا است. روش هم آیه قرآن رو نوشته بودن که از به اصطلاح شکم زنبور برای شما اثری که شفا هست رو ما خارج کردیم. بازی با آیات قرآن، بازی با دین. بعد طرف رو ببینی که قدریش گذاشته، کی است؟ این ملا فلانی است، شیخ فلانی است. اینم یکی از این دجالانی است که ادعا میکنه که سید است و از اهل بیت پیامبر است. و نگاه کنید کاراشو. طرف افتاده بود رو تخت، این با بلوتوس داشت کار میکرد. این فرقش با ملا علی کردستانی این است که اون دست رو فرو میکرد در دهن طرف و میزد در گوش طرف، و این نه، این از راه دور با بلوتوس کار میکنه. خیلی قوی است، با اشعه به اصطلاح که
دیده نمیشه. ببینید شما رو با خدا، این بدبختیه که متاسفانه مسلمانان جاهل فریب این دجال ها رو میخورن. این صحنه سازی ها رو ببینید، این دراما رو ببینید که درست کردن. این طرف داره همینطور میلرزه، بعد این میاد و خلاصه با حرکات عجیب و غریب از پیشانی این در میاره، نمیدونم چی هست این بلوتوس، که طرف خوب میشه، به راه خودش ادامه میده. یکی از دوستان میگه این بچه فیلم است. اینم بعد جشنم گرفتن. این خبیثه. و اینجا کرم نوازی فرماتی آقا کریم کے نالین کے صدقے، تو ان جیسی ہماری جو بہنیں ہیں وہ درگاہ سے محبت کرتی ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات پاک نے ان کی اس پیاری سی پھول جیسی بیٹی کو تندرستی عطا فرمائی، جو کہ تقریباً چار سال بہن ایسی ہے، ساڑھے چار سال جو بچی بول نہیں سکتی تھی، بولنے میں اس کو لڑکھڑاہٹ تھی، بالکل جو بچہ روٹین میں بولتا ہے وہ بولنے سے یہ قاصر تھی، تو اب الحمدللہ یہ جو ہمارا بھائی ہے یہ بھی ڈھیر خوش ہے، اور جو ہماری بہن ہے سرکار کی ویڈیو نکال کے دیکھ سکتی ہے. اچھا، میں نے سرکار کے دیکھ سنی محبت ہو تو ایسی تھی، بچے ہوں، جوان ہوں، بزرگ ہوں، کوئی بھی ہو، محبت لاجواب ہوتی ہے سرکار جی سے، کیونکہ پرسنالٹی ہی ایسی ہیں. بله، میگه این دختر بچه 4.5 سال بود که صحبت نمیکرد، نمیتونست حرف بزنه، اینجا اومدن و خلاصه یک دم و دعایی کردن و این داره حرف میزنه. حالا چرا حرف زدنشو نشون نمیدن؟ ببینید این خانواده فقیر بیچاره میگن بیاد جلوی دوربین، این مثلا یک 10 دلار دستشون میدن، یا به همون روپیه پاکستانی 500-600 روپیه اگر دستشون بدن، هرچی رو میان جلوی دوربین میگن و اینا سوء استفاده میکنن از این فقر و جهل و بدبختی که وجود داره. حالا جدیدن در افغان ها هم عقب نماندن از این قافله، یک دکتر متخصص علاج کری، کسی که کر باشه پیش ایشون بره علاج میشه، البته کسایی که خوب باشن یعنی مشکلی هم نداشته باشن بخوان کر بشن، پیش ایشان اگر مراجعه بکنن انشاءالله ایشون میتوانن که ایشان را تبدیل به یک انسان کر بکنن. این رو ببینیم با هم دیگه. الله لګر ډز आवाज دی چې ډېر فرق دی، ډس خویر ته اورې درو نو आवाज دی. او سو پیرو راو الله اکبر یا سمع الله 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 الله
لگر آره شما یک انسان سالم اصلا هیچ مشکلی نداشته باشه اینطوری در گوشش دو سه تا بزنه پرده گوشش پاره میشه. این متاسفانه هستن این گونه انسان ها در هر جامعه وجود دارن و من خیلی متاسف هستم که شنیدم بعضی از علما و دعوتگرانی که نمیخوام اسمشون رو ذکر بکنم در آلمان هستن، حتی اونام گفتن که بله بعضی حالا این بعضی کارهایی که ایشون میکنه مولا علی کردستانی اشکال نداره. این مشکل در این است که اینا دجالن، اینا دین رو بدنام میکنن. یک طرف مثلا انسان نمازخوانی است، انسان متقی است، انسان پریزگاری است، از الله و رسولش هم میترسه. این طرف با امید این که این آقا مثلا با آیه قرآن به این چیز میتونه که این بیماری رو شفا بده میاد پیش این، بعد این یک دم و دعایی میکنه و این داروهاشو میفروشه، بعد از اون از آلبان بلند میشه میره. الان تصور بکنین با این کارش در دل این طرفی که بیماریش شفا پیدا نکرد، که یقینا شفا پیدا نمیکنه، یک شکی یک شبهه نسبت به دین ایجاد میکنن. نقطه خطرناک این است که وقتی که طرف مثلا اومد و آیه قرآن هم خوانده شد، ببینید در این شکی نیست، در این شکی نیست که آیات قرآن کریم شفا است. اما یکی که دست شکسته باشه، دست شکسته، شما 100 تا قاری قرآن مثل قاری عبدالباسط رحمت الله علیه رو بیارید 366 روز بالای سر این قرآن ختم بکنن، آیا اگر دست این رو شما گچ نگیرید پیش دکتر نبرید خوب میشه؟ نمیشه. طرف قلبش مشکل داره، بیماری داره، بیماری کبد داره، بیماری معده داره، مغزش مشکل داره، چشمش مشکل داره، پرده گوشش مشکل داره، آقا التهاب داره گوشش، شما این رو ببر پیش مثلا ملا که این رو بخون خوب میشه؟ نمیشه. در کجا قرآن گفته، در کجای سنت گفته که شما برید اونجا هر بیماری شما رو مثلا شما با آیه قرآن با ذکر و دعا ما علاج میکنیم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند لکل داء دواء، برای هر بیماری یک دارویی است. یا در حدیث دیگری میفرمایند که شما علاج بکنید خودتون رو از بیماری ها، برای هر بیماری یک علاجی وجود داره. در کجا دیدید که صحابه مثلا حالا شکم درد گرفته بود آمدن پیش پیامبر، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که بشینید که برای شما چلیاسین بخونم که خوب بشید؟ طرف دلش درد میکرد آمد خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم، فرمودن برو عسل بخور. امروز طب ثابت کرده که عسل خاصیت ضد میکروب داره، باکتریای مضر بدن رو دور میکنه، معده و روده رو پاک میکنه. نگفتن که برو پیش ابوبکر عمر که تو رو دم و دعا بخونه یا چند تا سیری در گوشت بزنه که تو خوب بشی؟ در کجای سیرت آمده که مثلا بیماری های عضوی رو رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده باشن با آیه قرآن و با این چیزا علاج کرده باشن، تداوی کرده باشن؟ یا در تاریخ اسلام شنیدید که کسی مثلا از بیماری عضوی مثلا فلج بوده، کور بوده، کر بوده، این اومدن مثلا چلیاسین خوندن این طرف خوب شده، آیه قرآن خوندن خوب شده؟ مردم را از دین بیزار نکنید با این عرفاتون، با این کاراتون. بله قرآن شفا هست. ما جسم داریم، روح داریم. اگر جسم ما مشکلی پیدا میکنه، الله سبحانه و تعالی در زمین از همین گیاهان و از همین موجوداتی که در زمین وجود داره برای ما علاج همین بیماری ها رو قرار داده. خیلی از این داروهایی که امروز در طب، در پزشکی ازش استفاده میکنن، تقریبا همون دارویی است که از گیاهان و از اعشابی که هست گرفته شده. یه نوع کیمیاییش هست که بعد از اینکه متوجه شدن که مثلا فلان میکروب یا فلان ویروس با فلان علاج کیمیایی یا علاج طبیعی از بین میره، این رو اختراع کردن یا کشف کردن. بعضی از بیماری ها بیماری های روحی است.
مثلا الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم به ما نمیگه که با ذکر الله، با خواندن قرآن دست و پای شکسته شما خوب میشود، معده دردی شما خوب میشود، کر و کوری شما خوب میشود. میفرماید که الا بذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر الله قلب های شما آرام میگیرد، دل های شما آرام میگیرد، روح شما آرام میگیرد. گاهی اوقات انسان وسواس داره، گاهی اوقات انسان به اصطلاح دلتنگ است، گاهی اوقات روح انسان نیاز به غذا داره. غذای روح چی است؟ ذکر الله سبحانه و تعالی است. برعکس آنچه که امروز در بین انسان ها میگن که موسیقی غذای روح است، موسیقی غذای روح نیست. شما مثلا علی موسیقی که خیلی مثلا خوشتون بیاد، یا بحث از وصال است، وصال یار، که بعد از اینکه موسیقی تموم شد دوباره حالتون که جامد، نه وصالی وجود داره و نه یاری وجود داره، دوباره همون غم و اندوه بهتون برمیگرده. یا اینکه از فراق است و از جدایی است که بدتر هم و غم شما رو دو برابر میکنه. آنچه که دل انسان رو آرام میکنه، آنچه که روح انسان رو آرام میکنه، غذای روح ذکر الله سبحانه و تعالی است. بعضی وقت ببینید انسان چقدر دلتنگ است، انسان چقدر حالش خراب هست، میره مثلا دو صفحه قرآن میخونه، دو رکعت نماز میخونه، دلش باز میشه. اکثر کسایی که دیده باشید که از ذکر خدا، از قرآن، از عبادت ها به دور هستن، این انسان ها انسان های استرس، دلتنگ، گرفته. چرا؟ و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا. کسی که از ذکر الله، از یاد الله، از کتاب الله دوری میکند، الله زندگی رو تنگ میکنه، دلتنگ میشه در این دنیا. این ذکر الله سبحانه و تعالی است که روح ما رو آرام میکنه. اما هیچ وقت، یعنی ما نباید اینطوری فکر بکنیم که بعد بعضیش میگن آدا اینا کرامات هست، کرامات اولیاء الله هست که این طرف میاد با یک آیه میخوانه. اولا اولیاء الله، هر کسی نمیتونه اولیاء الله باشه. ثانیاً شفا دادن به دست ولی الله نیست. کرامت ولی الله این نیست که کسی رو بیماری عضوی داشته باشه بیاد اون رو شفا بده. مثلا من تقریباً 30 سال میشه، 30 سال که دارم دنبال یک شخصی میگردم که در سخیجان قبری است به نام حضرت علی در ولایت بلخ در شهر مزار شریف. 30 سال هست دنبال یک کسی دارم میگردم که در سخیجان شفا پیدا کرده باشه، کور باشه شفا پیدا کرده باشه، کر باشه شفا پیدا کرده باشه، شل باشه شفا پیدا کرده باشه. آهنگ مشهور از شاید شنیده باشید، از کرامات سخی جان کور بینا می شود. یکی از این کورهای بینا شده رو من تا ناز ندید. 30 سال میشه دارم دنبالش می گردم. و خیلی از دوستا و خویشاوندان ما هستن در اونجا. از همشون خواستم، هر کدومشون رو که دیدم، پیرمردهای 50-60 ساله رو دیدم، گفتم تو در طول زندگی، قسمش دادم که مثلا احمد، پسر محمود، پسر جبار، پسر علی از خانواده فلانی کر بود، کور بود، شل بود، رفت چله نشست در سخیجان بینا شد، خوب شد، شفا پیدا کرد. تا حالا دیدی؟ گفت راستشو بگم ندیدم. از همون شیادهایی که به نام ایشان در اونجا می نشینن و پول مردم رو می دزدن، اکثرشون انسان‌های فاسق و فاجری هستن که بعضی‌هاشون رو من نمی‌خوام اسمشون رو ذکر بکنم، دقیق اخبار دقیق دارم که از اونجا پول می‌گرفتن، شراب می‌خوردن، اونجا عمامه می‌بستن، اونجا می‌نشستن، از مردم پول می‌گرفتن، شب خانه می‌آمد شراب می‌خورد. اینطور انسان‌ها هم در بینشون بودن. همین‌ها این دروغ‌ها رو پرورش می‌دن که از کرامات سخی جان کور بینا می‌شود.
نه اونجا کور بینا می شود، نه شل خوب می شود، هیچ اتفاقی کراماتی هم در اونجا نمی افتد. واللهی و باللهی و تاللهی که کرامت یک انسان متقی پرهیزگار دست فروشی که در منده یا سبزی فروشی مزار کار می کند، از کرامات اون سخی جان با اون بزرگیش خیلی بیشتر است در پیش الله سبحانه و تعالی. چون هیچ چیزی نیست در اونجا، نه علی مرتضی هست در اونجا رضی الله تعالی عنه، نه قبری هست، نه یک دجالی مثل اینها آمده یک چیزی رو درست کرده بعد در بین مردم امروز طواف هم میکنن هر غلطی که بخوان میکنن. ببینید اینها دکان هستن، یک قسمتی از مردم های دجال و شعبده باز و مفتخور به نام ایشان در اطراف سخی جان جمع شدن، در اونجا نشستن، مفت میخورن، زن و بچهشان در خانه، و بدبخت اون کسی است که میره به اونا پول میده. بدبخت کسی است که میره به اونا پول میده. اون آدم هم لوکس اونجا آمده نشسته، چپن هم پوشیده، عبا هم پوشیده، نشسته پول میگیره و میره کیف خودشو میکنه. احمق کسی است که به اینا پول میده. اینها دکانداران دین فروش هستن. اینا به نام دین، اینا دین میفروشن برای مردم. و الله سبحانه و تعالی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو که برای ما فرستاد، ما رو از همین اعمال، از همین اعتقادات، ببینید ابو جهل و ابو لهب و امیه و شیبه و ربیعه و امین سران مشرکین مکه چی کار میکردن؟ مثل همینا، مثل همین مولا علی کردستانی و مثل ایشانهای مزار و مثل این کربلا و نجف و اینایی که درست کردن، همینا اینا دکان درست کرده بودن، بت‌ها رو در اونجا، دکان‌های دینی بود که اینا از طریق اونا استرزاق می‌کردن. یک چیزای مقدسی برای خودشون ساخته بودن تا جیب مردم رو خالی بکنن. اون هدایا و قربانی‌هایی که مردم برای بت‌ها می‌آوردن به خانه کی می‌رفت؟ به خانه همین ابو جهل و ابو لهب و عتبه و ربیعه و شیبه، سران مشرکین. به خاطر همین با چنگ و دندان این دکانهای خودشون رو تا آخرین لحظه گرفته بودن، رها نمی کردن، چون مصدر رزقشان بود. چرا با رسول الله صلی الله علیه وسلم این همه دشمنی داشتن؟ چون که رسول الله صلی الله علیه وسلم با دینی آمد که میخواست این دکانهای اینها رو ببنده. به خاطر همین شما هر موقع بخواید بر علیه این گونه انسان ها صحبت بکنید، مستقیما شما متهم میشید به این که وهابی هستید، سلفی هستید، فلان هستید، این هستید، اون هستید. اینها شعبده بازا هستن، اینها دین فروش هستن. اینها رو ترد بکنید. برادر من، خواهر من، فرزندتو ببر در یک بیمارستان علاج بکن، پیش دکتر ببر علاج بکن. ملاه با آیه قرآن کور رو بینا نمیتونه بکنه، برو به پسرتو ببر پیش متخصص چشم. اگر گوشش مشکل داره ببر پیش متخصص گوش و گله و بینی، ببینه پرده گوشش مشکل داره، گوشش التهاب داره. این کار ملا نیست. در هیچ جای دین، در هیچ جای قرآن و سنت شغلی به نام این که ملا بیاد و یک دکانی باز بکنه و مردم رو در اونجا بخانه و دم و دعا بکنه نیست. در هیچ جای دین نیست که شما سه تا شیشه علاج های به اصطلاح چیز رو بیار که قیمتش مثلا 10 دلار باشه، شما به 100 دلار، به 200 دلار بفروش برای مردم. در هیچ جای دین نیست. متاسفانه بعضی ها متاثر میشن از این چیزها، حالا میره این جنسینگ رو میخوره، یک کپسولش رو، یک کمی احساس قوت در جسمش، والله میگه ملا صاحب عجب انسان قوی و زوری بود، دیدی با چه قوی شدم. خاک بر سرت، کپسول جنسینگ داده به تو قوی شدی. این بعد این تبلیغات میشه، این به این بگو آه والله فلانی فلان مشکل داشت، رفت پیش ملا صاحب، ملا صاحب خان جور شد، یک دوایی هم بهش داده، دم کرده داده که این دوا رو که خورده ماشاءالله دیگه قوت 30 مرد در وجودش ایجاد شده. و اینها باور کنید از کفار، از یهود و نصارا
بدتر هستن برای دین مبین اسلام، چون اینا مثل کرمی هستن که از داخل یک درختی رو بخوره، یک ستونی رو از داخل بخوره. اینا همینطور، این ضررشون بر دین همینطور است. و این اعمالی که انجام میدن در هیچ جای دین مبین اسلام نیامده است و ذکر نشده است. از همین لحظه به بعد دوستان عزیز، دقایق تا پایان برنامه داریم. عزیزانی اگر سوالی یا شبهه ای استفساری در مورد موضوع برنامه دارن میتونن تماس بگیرن، در خدمتشون هستیم انشاءالله. شماره واتساپ برنامه رو عزیزان زیرنویس میکنن. و این رو بگم که الله سبحانه و تعالی وقتی که به ما در قرآن کریم آیاتی رو، سوره هایی رو اختصاص داده که ما خودمون رو با اون تعویض بکنیم یا رقیه شرعی بکنیم. من در برنامه گذاشتم گفتم و بازم تکرار میکنم، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از طرف یک زن یهودی سحر شدن. و این سحر و جادو واقعیت است. الله سبحانه و تعالی برای باطل کردن سحر و جادوی آن یهودی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم دو سوره از قرآن رو فرستاد، سوره قل اعوذ برب الفلق و سوره قل اعوذ برب الناس. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این دو سوره رو خواندن و اثرات این سحر و جادو از بدن ایشان برطرف شد. هر کدام از ما اگر از کار صبح و شام رو بخوانیم، من این تماس رو بگیرم انشاءالله بیشتر در این مورد صحبت میکنم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمید. سلام علیکم استاد و رحمت الله و برکاتم. استاد سوال من همین بود که بله، بقریبی من باید دختر، یعنی که طرف چپ علاقه برآمدم، اون دختر از این اسلام، یعنی که از دین کمتر سوست است، یعنی که از دین کمتر مونده است و من اون رو چهار گویم تشویق کردم، گفتم اما خیر باید تو کنی، تو خیر باید یک بهترین مسلمان باشی. و قریبی باز پدرش وفات کرد. بله. پدرش وفات کرد، بعد همه خیر قرآن خونده ایستاده است، حضر نموزوش در وقتش میخوند. بعد همین من به او گب میزنم، خیلی چقدر شیطان وسوسه میکند، یکی فکرم بزیر میرد، بعد حضر میخوام که گب زنی من به اونو بس کنم، اما در اینش میترسم که بعد گب زنی بس کردم، یعنی که او اسلام رو میپرتاید، یعنی که شاید که در مستحکمی به اونو چیزایی که حضر هست در اونو دست کشد، یعنی که گوید که مثلا اینیا همش هم خیلی بود، یا من هم میپرتم میرم دیگه، یا اون کار نمیکنم. بعد همین خوشم فهمم که مثلا حضر همین سای معنویت به همه خیلی تشویق کردیم که مثلا خیلی کن تو خود تا کوچه نبرو، خیلی حرومه برای دختر رو، یعنی که شما یعنی اول قصد ازدواج با او رو داشتید یا نداشتید قصد ازدواج؟ نه من پیشنهاد کردم و قبول نکرد. درست باشه، در این مورد صحبت میکنم، در این مورد صحبت میکنم برادر. است خب سنده بشید، خدا نگهدار. ببینید، اولا در دین مبین اسلام صحبت کردن یک مرد با یک زنی که نامحرم است جایز نیست. صحبت های دوستانه، صمیمانه، اختلاط به اصطلاح جایز نیست. حالا مثلا شما به یک اداره زنگ میزنید، به یک جای زنگ میزنید، یک خانمی تلفن رو جواب میده، سلام علیکم، علیکم السلام، من فلان کار رو داشتم، ایشون جواب شما رو، در این حد مشکلی نداره. فراتر از این، بله میبخشید، اسم شما چیه، مثلا صدای شما قشنگه، فلانه، بعد شما خوش آمد، این حرفا دیگه، اینها جایز نیست برای یک زن و مرد مسلمان که اینطوری با یک کس صحبت بکنن. حالا کسی گرفتار این مصیبت شد و همچین اشتباهی رو انجام داد و الان طرف مثلا حالا دختری بود که زیاد پایبند دین نبود، اما الان مثلا بعد از صحبتی که با شما کرده، شما رو تشویق کردید، پایبند دین شده، الان میخواهید که اگر اون رو ترک بکنید، اون دین رو ترک بکنه. و اگر که مثلا
دینداری یک انسان به خاطر یک شخص باشه که این دینداری نیست. دینداری باید به خاطر الله سبحانه و تعالی باشه. ثانیاً شما بهش بگید، بگید این عملی که من انجام میدادم، با تو می نشستم، این صحبت ها رو می کردم، این گناه بود، این در دین جایز نبود. من نمی دانستم، الان که متوجه شدم دیگه بعد از این جایز نیست که من با تو به اصطلاح همچین صحبت های عاشقانه یا دوستانه داشته باشم. این رو براش بیان بکنید و بعد از اون براش طلب هدایت بکنید، الله سبحانه و تعالی هدایتش بده. بیشتر از این نمیشه کاری کرد. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد محترم. بفرمایید برادر عزیز. آقای انصاری خوب هستین؟ سلامت باشید، زنده و سلامت باشید برادر، بفرمایید. آقای انصاری، می‌خواستیم که همین بچه‌های ما خیلی این فیلم سیول بخیر رو برای خودمون خیلی دوست داریم. همین اتاق فرمان رو بگم این برنامه این رو که بخش میکنه، خیلی دوست داریم که این رو نگاه کنیم. سیول بخاری برنامه کی رو؟ سیول بخاری از شبکه نور بخش میشه. بله سیول بخاری، چشم. دوستان در شبکه اگر که پیام ایشان رو شنیدن ایشان رو توجه خواهند کرد. تشکر از شما برادر عزیز. در شما در نکنم ساعت نمتران خیلی ممنون. سلامت باشید، الله مطالب سن کنه. سلام علیکم، خدا حافظ. تشکر میکنم از این برادر عزیز و بزرگوار. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلامت باشید، بفرمایید. سلامت باشید برادر عزیز. تشکر از برنامه و به خودتون استفاده میکنیم. سلامت بشید. عرض به حضورت، این جادو بران این نیجوی دارن نرو تسخیر میکنن. بله تو توزه یا اینا این رو تسخیر کنن، شیطانم عجیب به تسخیر اینا در میاره که کارایی براشون انجام. درست دقیقا، بله همینطور است. مثلا دونه میره اذیت میکنه طرفو، بعد هم خودش هم میشه شافی. اینه که مسلمان رو گول، درست مسلمان رو گول بده. مثلا می بله متاسفانه اینترنت برادر عزیزمون مثل اینکه مشکل داره، چون تماس از طریق اینترنت هست. بعضی از عزیزان اینترنتشون ضعیف هست و صداشون قطع وصل میشه. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکات، بفرمایید برادر عزیز. بفرمایید. صدا می من در روسیه کمک می از تاجیکستان هستم. بله در روسیه ساعت 6 ده خفتن می شود. ساعت من ساعت یک شب من می اومد از کار، یک شب من نماز خفتن با نماز تعزیه کردم می خوندم می سسیونه. بعد در برای چی گا می زدیم مثلا من در خونه اروسا کار میکنم، اونجا مثال سگو هستن، مثال به همه اروسا قریب در طول خونه شون سگ دارن، دو سگ زندگی میکنه، دامشو نماز خونده ممکن است برای که سگو میگردن در تمام اینجا را میگردن اون سگو در طول خونه. درست. میبخشید در مورد نماز خفتن گفتید ساعت 6 شب نماز خفتن است، درست؟ نماز مغرب ساعت چند است؟ مغرب؟ بله شام. بعد نماز شام. بله نماز شام راسته نماز شام ساعت 4 چند بوده؟ خب 4. نماز صبح ساعت چند است؟ نماز صبح نماز صبح ساعت 6 چند قدم؟ 6.
بله. ببینید اگر شما کدام مشکلی برایتان پیش آمده است و نتوانستید نماز خفتن رو بخوانید، در ساعت یک آمدید خانه می توانید بخوانید. این اولا بخوانید و بعد از اون نماز تهجدتان رو بخوانید، مشکلی نیست. نماز تهجد وقتی که یک شب رو به سه قسمت تقسیم بکنید و یک قسمتی از شب که گذشت، مثلا از نماز شام تا نماز صبح اگر که 12 ساعت هست، 4 ساعت که گذشت شما می توانید که نماز تهجدتان را بخوانید. در مورد این که در مورد سگ، جایی که سگ در اونجا نشست و برخاست بکند، طبعا این سگ موجودی است نجس، در اونجا نماز خواندن جایز نیست. امروز الحمدلله این مشکلات حل شده، جای نمازهایی است پارچه‌ای بسیار کوچیکی که شما می توانید در جیبتان هم بگذارید. یک جای نماز کوچیک همراهتان داشته باشید، وقت نماز که شد در هر جایی که بود بندازید نمازتان را بخوانید. بعدا استاد یک حدیث شنیدم در برای همین که پیامبر خدا از عبدالله ابن عمر والله اعلم میگه، یعنی آخر یا از مادر مائشه است که یعنی پیامبر خدا آخری نمازش این نمازی ویتر میکرد، اما نماز خفتن پره میخونه بعد ترکت سنت تهجد میخونه اصلا ویتر پیش از. بله کارتان درست است، هیچ مشکلی ندارد، درست است. درست است. بله. درکت بله درست است. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمید. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. یک انتقاد آقای انصاری، من چه وقتش به شما زنگ زدم یک سلام کردم، چون هدینه تلفن گرفتم هم سلام کردم هم با کلمه ببخشید من شروع شد سلام من شما نشده. میبخشید، من عذرخواهی میکنم، بفرمایید برادر. احمق، نادان، جاهل من گفتین آقای انصاری، اگه من بر با حضور میتونم من اصلا نکه چیزی نگفتم آقای انصاری، من چون هدینه تلفن زیاده گفتم از تلویزیون نگاه میکنم و گوش میکنم. اون تا از اتاقی دیگه خودتون برنامه خودتون رو میدونیم دیگه چی بذاریم نگاه کنیم دیگه من چی گفتم چی سوالی کردم به شما. دوست عزیز، دوست عزیز میبخشید اگر سوء تفاهمی رخ داده باشد، من عذرخواهی میکنم. سوال شما چی بود؟ جواب من چی بود؟ من شما بکردیم من فرهاشا هستم که آمدم پشت تلفن میخوام وقت برنامه رو بگیرم، فکر کنم شما تو ذهن زنجی چی بیدو شما شاید همچین سوء تفاهمی اگر رخ داده باشه من عذرخواهی میکنم. بفرمایید الان در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. میارم یک کانالی داره الان یک بند خدایی اصلا در مورد همین انرژی درمانی، بله، نام علی اکبری نمیدونم مثلا در جای نتونستم دیگه، نه متاسفانه نیدم. کانال داره اصلا یک کانال داره داره یک شبکه داره. الان شما خودتون هزینه های این شبکه رو میدونید مثلا چقدر دیگه، یک کسی که بخواد یک کانال ماهواره اجاره کنه چقدر در ماه باید بدید؟ بله یعنی کم از کم ماهانه حدود $100,000 خرج داره یک شبکه ماهواره. خب دیگه حالا شما بیرین همین الان سرچ کنن کانال علی اکبری، بله کانال علی اکبری سرچ کنه انرژی درمانی میکنه. یک نکته‌ای که می‌خواستم بگم آقای انصاری این که اینها همه افرادی هستن که مذهبی هستن، لایکی نیستن، برن به این کارات متوسل میشن. نمیدونم دیگه حالا به هر صورت میخوام بهتون بگم دامنش گسترده، اینجوری نیستش که شما فکر کنید که حالا یک بند خدای در فلان جا، نه کانال داره اصلا، شبکه داره اصلا، برین نگاه کنید سرچ کنید. در صورت ما به دل ما نیچ نیست های انصاری، الله مطالب ستون کنه، ما به دل گرفتیم، الله مطالب ستون کنه، الله مطالب ستون کنه، زنده و سلام بسیم، شما شما بخیر، خدا نگه داری شما. تشکر میکنم از حالا از بینندگان عزیزی که گاهی خود شاید مثلا تماسی قطع میشه یا حرف نامفهومی رو انسان شاید اشتباه بشنوه، ما هم بشر هستیم. من عذرخواهی میکنم اگر سوء تفاهمی ایجاد شده باشه. دوستان اشاره میکنم وقت برنامه به پایان رسید، امیدوار هستم که این برنامه پیامی بیداری باشه برای کسانی که فریب این
دجال ها و این دین فروش های رو میخورن. و ببینید سه تا شیشه ای که قیمتش من حساب کردم برای شما چیزی در حدود یعنی 70 یورو هست برای شما، حالا گرانترینش اگر شما درجه یکش رو حساب بکنید برای شما 230 یا 230 یورو میفروشن. این تجارت است، این بزنس است برای اونها. فریب اینها رو نخورید. ای کاش اینا همین کاراشون رو چرا ببینید به نام دین انجام میدن. حالا این کانالی که برادر عزیزمون بیننده گرامی فرمودن یا کانال های دیگری که از اشخاص دیگه، چرا به نام دین؟ چون از طریق دین میتونن مردم رو فریب بدن، از طریق دین میتونن مردم رو گول بزنن. اگر اون طرف بیاد مثلا با یک ریش سیبیل تراشیده بیاد و یک مغازه‌ای بزنه، بعد این بطری‌های روغن‌های مختلف رو، داروهای مختلف رو بیاد بفروشه، کسی نمیره 230 دلار یا یورو بده این رو بگیره. اینها به نام دین مردم رو فریب میدن، به نام دین. ببینید فریب سیاسی مردم به نام دین، فریب اقتصادی مردم، اینایی که به نام دین حکومت میکنن بالای مردم، خودشان را نماینده های خدا میدانن، اینا دشمن های دین هستن. اینهایی که به نام دین اقتصاد مردم رو تباه کردن، نمیدونم با خمس و سهم امام و فلان جیب مردم رو خالی میکنن، اینها خطرناک هستن. اینایی که به نام شفا و علاج و اینها به نام دین مردم رو فریب میدن، به نام ملا و شیخ و فلان قاری مردم رو فریب میدن، اینها دشمنان دین هستن و اینا بدترین دشمنان دین هستن. فریب اینها رو نخورید. در هیچ جای قرآن و سنت نگفته که کسی بیاد یک دکانی باز بکنه و مردم رو به نام دین در اونجا ادعا بکنه که من علاج میکنم یا مداوا میکنم یا تداوی میکنم. همچین چیزی در دین مبین اسلام نیست. الله سبحانه و تعالی به همه ما و شما عزیزان توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو نصیب بکنه. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، الله متعال یار و نگهدارتان باد. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.